در 28 مرداد 1357 در سانس پایانی نمایش فیلم گوزدها ساخته مسعود کیمیایی، سینما رکس آبادان توسط انقلابیون 57 با آتش کشیده شد. درهای سینما با همکاری سرایدار سینما بسته شده بود و گفته شد 677 نفر در آتش زنده زنده سوختند. این حادثه رو انقلابیون به حکومت پهلوی نسبت دادند و بهانه کردند برای برانگیختن مردم برای انقلاب. البته طی سال 57 بیش از 30 سینما در ایران به آتش کشیده شد، اما فاجعه سینما رکس داغی بود که بر دلها و در خاطره ها مونده. در سالگرد این فاجعه در این لحظه گفتگویی داریم با آقای امیر طاهری، روزنامه‌نگار از پاریس فرانسه. درود بر شما آقای طاهری. چرا انقلابیون آتش زدن سینما و کشته شدن مردم رو وسیله‌ای برای تهییج مردم میدونستن و چرا خیلی ها باور کردن این موضوع رو اصلا؟ بعد ببینید، این به اصطلاح انقلاب اسلامی یکی از شعاراش این بود که ما میخوایم فساد رو از کشور براندازیم و فساد به نظر اونا مظاهرش تمدن به اصطلاح امروزی یا تمدن غربی بود. در دوران این یک سال به اصطلاح فعالیت های انقلابی 30 تا سینما رو آتش زدن، 74 تا رستوران و کافه، 11 مدرسه دخترانه، 2 کتاب فروشی و 13 شعبه بانک. بنابراین این جزء استراتژی کلی انقلاب اسلامی بود برای اینکه ایران رو برگردونن به دوران نبوی، به مدینه فاضله پیغمبر اسلام و پاک بکنن از مظاهر غربی که از زمان رضا شاه وارد ایران شده بود. این برنامه‌شون بود. خب آقای طاهری، چطور مردم در واقع باور کردن که این سینما که به قول خود همین انقلابیون مظاهر فساد بود، خود دولت آتیش زده، گفتن ساواک این رو آتیش زده؟ من البته صدای شما رو نشنیدم، ولی میتونم یک بار دیگه من میتونم تکرار کنم سوالم. آقای من عرضم این بودش که خب به قول انقلابیون در واقع این سینماها مظاهر فساد بود، چرا وقتی که مظاهر فساد آتش گرفت مردم باور کردن و ادعا کردن که ساواک اینجا را آتش زده؟ منظورتون از مردم چیه؟ من فکر نمی‌کنم مردم باور کردن، برای اینکه همون روز بعدش در آبادان تظاهراتی برگزار شد از طرف مردم. به خصوص میدین سینما رکس در یک معده کارگری آبادان قرار داشت و کوشش هایی کرده بودن آقای خمینی و نمایندگانش که کارگران نفت رو به اعتصاب بکشونن و موفق نشده بودن. آقای رفسنجانی مثلا در اون موقع رفته بود به آبادان چند روز قبلش برای اینکه تشویق بکنه که کارگران نفت حساب کنن. بنابراین وقتی از مردم میگیم کدوم مردم باور کرده؟ ولی آقای طاهری همون کارگران در واقع اعتصاب کردن، یه بخش بزرگی از کارگران، شاید اون روز نه ولی کارگرای صنعت نفت هم اعتصاب کردن. غیر از اینه؟ بعدن میده، نه اون موقع، یعنی کوشش های زیادی بود برای اعتصابشون ولی موفق نشده بودن. آیت الله نوری همدانی دخالت کرد، خیلی فعالیت های زیادی کردن، بعض فعالان حزب توده در این زمینه فعالیت کردن، ولی میدونیم گرفتاری این بود که در اون موقع دولت، یعنی دولت شاهنشاهی، بیشتر فکر میکرد که دشمنانش از گروه های چپ هستن، مثلا فکر میکردن که مجاهدین خلق دنبال این کار هستن، در حالی که مجاهدین خلق معمولا به ترور مستشاران آمریکایی و افسران به اصطلاح توجه داشتن. چریک های فضای خلق به حمله به پایگاه ها و چاقو زدن به پاسبان ها داشتن، ولی این جریان آتش سوزی و اینجور حمله وحشیانه مخصوص فدایان اسلام بود. و اینو فراموش نکنیم که حادثه سینما رکس بزرگترین حادثه تروریستی بود از نظر تعداد تلفات مدنی قبل از حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل. اینو بعد فراموش نکنیم. بعد یکی از تلخ‌ترین روزهای زندگی من بود وقتی خبرنگارمون از آبادان این خبرها رو به ما مخابره کرد. آقای طاهری، فردی که عامل آتش سوزی شد، حسین کتب علیزاده، پس از انقلاب گرفته شد، افتاد زندان، پس از انقلاب آزاد شد، بعد به گفته خودش عذاب وجدان گرفت، خودش رو معرفی کرد. اما جمهوری اسلامی همین فرد رو که یکی از عوامل پیروزی خودش میدونست تیربارون کرد. دلیل این موضوع چی بود؟ پنهان کردن زوایای حادثه بود یا میخواست نمایش بده که طرفدار مردم هست؟ هر دوتا. اولا که 5 نفر اعدام شده، نه فقط
یه نفر و یک دادگاه قلابی تشکیل شد با آیت الله موسوی تبریزی به عنوان دادگاهان برای که پدرزنش آیت الله نوری همدانی متهم بود که اون بوده که این به اصطلاح فتوای آتش‌سوزی رو صادر کرده. منطقه خواستن مسئله رو به اصطلاح ماسپالی رو کنن، خوشبختانه موفق نشدن. الان همه مردم میدونن که کی دنبال این کار بوده، در چه شرایطی این فاجعه رخ داده و این یکی از سیاه‌ترین روزهای تاریخ ایران بوده و چیزی است که تا ابد به عنوان لکه ننگی بر مدعیان اسلام انقلابی باقی خواهد. اتفاقا آقای طاهری خمینی سه روز بعد از این حادثه پیام داد، گفت من گمان نمی کنم هیچ مسلمان که هیچ بلکه انسانی دست به چنین فاجعه‌ای بزنه. گفت میخوان نهضت اسلامی ما رو بدنشون کنن. اما پس از حدود نیم قرنی که الان حکمرانی داره میکنه جمهوری اسلامی، در واقع جنایت بیشتر از این موضوع هم سر زده. محسن صفایی فرانی گفتش که بانیان این آتش‌سوزی نماینده مجلس شده. این بانیان چه کسی هست و چرا مردم با توجه به این همه جنایت باز هم فریب خمینی رو خوردن؟ خیلی خوشبختم که صحبت آقای خمینی رو تکرار کردین، ولی اگه متوجه شدین آقای خمینی این کار رو محکوم نکرد، در حالی که مثلا آیت الله شریعت مداری و آیت الله گلپایگانی محکوم کردن. بنابراین آقای خمینی با طبق معمول خودش میخواست که از هر دو طرف باشه، همونطور که در حومه پاریس نشسته بود از دموکراسی صحبت میکرد، میخواست بگه اینجا همین رفتی نداره، در حالی که حالا نمیدونم شخص خودش، ولی بدون تردید هوادارانش در این کار شرکت داشتن. لااقل حمله به یکی از سینماها، میدونی از این سی تا سینمایی که بهشون حمله شد، حمله به سینما در قم رو پسر آقای خمینی، آقای احمد خمینی، دستور مستقیم داده بود که این کار رو بکنه، ولی آقای خمینی حاضر نشد داره محکوم بکنه. آقای طاهری سوال بخش دوم سوال من این بود، چطور با توجه به این همه اتفاقات، الان خب خیلی ساده شده البته وقتی میذاریم حوادث کنار هم دیگه، چطور مردم، یه بخش عظیمی از مردم فریب این به قول خود خمینی، خدعه خمینی رو خوردن؟ بازم باید بهتون بگم که وقتی میگید مردم، کدوم مردم؟ به نظر من یه چیزی بین 2 یا 3% از مردم ایران در این جریان شرکت داشتن. متأسفانه در هر انقلابی، نه در انقلاب فرد، انقلاب اسلامی، یه تعداد کمی از فعالان سیاسی که مخالف وضع موجود هستن شرکت میکنن. این در ایران ما 1000 شهر و شهرستان داریم و 60,000 روستا، در حالی که این جریان که تقریبا 3-4 ماهی بیشتر طول نکشید، این به اصطلاح مرحله حساس انقلاب، 10,000 نفر در شرکت داشتن. البته کبکرایان ما شرکت داشتن، مصدقی های ما شرکت داشتن، به اصطلاح روشنفکران ما شرکت داشتن و بخشی هم از روحانیون و بازاریان ما شرکت داشتن. ولی این که نمیشه ملت ایران، ملت ایران بخش بزرگی از مردم در واقع بودن دیگه. دهقانان ایران شورش نکردن، کارگران ایران شورش نکردن، طبقه متوسط ایران شورش نکرد. یعنی البته تو همه انقلاب با اینجوری، انقلاب شوروی هم مثلا 1% در شرکت، انقلاب فرانسه مثلا 1 یا 2% در شرکت هم. متاسفانه اون قشری که بایستی مردم رو آگاه میکرد، یعنی روشنفکران با سوادا فلان، اونا خودشون رو فریب دادن و در نتیجه مردم نگاه میکرد میگن اگه این شخصیت ها میگن که اینطوریه و صرفا اینطوری هستش. این مسئله ایست که ما باید فراموش نکنیم، یعنی اونایی که میگن ما روشنفکر هستیم، باسواد هستیم، مردم رو فریب ندیم، واقعیت رو بهشون بگیم در هر شرایطی. همین الان هم در این مبارزه که مردم ایران دارن علیه رژیم میکنن، نقش روشنفکران این است که واقعیت رو به مردم بگن، حتی اگه به ضرر خودشون باشه. سپاسگزارم. روشنفکران ما این کار رو نکردن.